در جهان پرشتاب فناوری‌ها و علوم جدید، تکلیف زبان فارسی چیست؟ آیا فارسی باید آغوش خود را به روی زبان‌های مدرن و مسلط جهانی بگشاید؟ فارسی نمونه ای است از زبان‌های جهان سومی که به زور و ضرب زبان‌های مدرن از خواب دیرینه خود بیدار شدند. با این تعبیر موافقید؟ یا نه، معتقدید فارسی زبانی دیرین است که از سرچشمه های متفاوت سیراب می شده و به همین دلیل امکانات وسیعی برای مواجهه با جهان مدرن دارد، امکاناتی که از نظر ما دور مانده؟ کدام یک از این دو نگاه وضعیت کنونی زبان فارسی را خوب بیان می کند؟ این سوال اهمیت دارد، چرا که جواب های متفاوت با آن به راه حل های متفاوتی برای وضعیتی که در آن گرفتاریم می انجامد. آیا فارسی باید با تواضع پذیرای واژگان و اصطلاحات زبان‌های مدرن شود، یا به جستجوی ریشه‌های خود برود و واژگان جدید را از دل امکانات نهفته خود استخراج کند؟ این پرسش را با دو نماینده شاخص هر یک از دو دیدگاه گفته شده در میان می‌گذاریم: محمد حیدری ملایری، اخترشناس و متخصص زبان‌های باستانی فارسی و نویسنده فرهنگ اخترفیزیک، و داریوش آشوری، پژوهشگر فرهنگ و زبانشناس و نویسنده کتاب زبان باز که در اون و مؤلف فرهنگ علوم انسانی و مؤلف فرهنگ علوم انسانی. و همینطور مخاطبان اونها در پنل دوم فاطمه احمدی، دانش آموخته زبانشناسی و فیلمساز، و داریوش رجبیان، روزنامه نگار. خیلی خوش آمدید آقای حیدری ملایری. شما در مقدمه فرهنگ اخترفیزیک گفتید که زبان فارسی توانمندی هایی داره که اون رو برای مواجهه با جهان کنونی، جهان فناوری و علم خیلی مجهز میکنه و کارآمد. شما به ما بگید که رهیافتتون به طور مفصل چی هست و این توانمندی ها چی هستند؟ ببینید، پیش از این که به این پرسش شما پاسخ بدم، به یک نکته باید اشاره کنم، و اون این که زبان‌ها با خودشون فرهنگ و گوناگونی رو میارن و از زبان‌ها باید حمایت کرد، از همه زبان‌ها. شما فکر کنید که جهانی وجود داشته باشه که در آن همه یک جور حرف بزنن، یک زبان حرف بزنن، یک جور لباس بپوشن، یک جور غذا بخورن. این زبان واقعا کسالت‌آور سترمند میشه. در میان تمام این زبان‌ها که وجود دارن، زبان‌هایی هستن که اینها تاریخ طولانی دارن و به فرهنگ انسانی کمک کردن. یکی از اینها زبان فارسیه و از این نوع زبانها شما شاید در تمام دنیا 4-5 تا بیشتر نداشته باشید، که زبانی با گذشته بسیار درازاهنگ که میتونیم سابقه این رو به هزاران سال پیش برسونیم، مثلا زبان چینی، سانسکریت، یونانی، لاتین که میتونیم بگیم، ایتالیایی، چی دیگه، مثلا فارسی دیگه چه زبانی نیستن. پس اینها از میراث‌های پرارزش انسانی هستن که بعد ازشون دفاع کرد، نه به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم. من فکر کنم این وظیفه هر انسانیه. این رو من یک نکته‌ای هست که میخوام اشاره کنم، تقریبا مثل بومشناسی فرهنگی هست. ببینید، حیوانات هستن، جانوران هستن که در طبیعت وجود دارن، اینها از میلیون‌ها سال پیش اومدن، ما حق نداریم اینها رو از بین ببریم. از بین بردن اینها به فقر میانجامه. زبان هم همینطور هست. زبان فارسی یک زبان بسیار بسیار خاصه. زبان فارسی رو نمیتونیم یک زبان جهان سومی بدونیم. البته اون چیزی که در ایران میگذره و گذشته اجتماعی تاریخی ایران در این چند دهه گذشته یا حتی بیشتر نشون داده که بله، چیزی که در ایران میگذره جهان سومیه، ولی زبانش جهان سومی نیست، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردم یک زبان خاصه. چطور این زبان زبانی یک جامعه جهان سومیه؟ در صورتی که فرهنگش یک چیز دیگه هم داده بی‌نظیر، و اون گاه شمار ایرانیه. تقویم ایرانی دقیق ترین تقویمیه که تا به حال بشر خلق کرده و خیام سرمنشأ اینه. پس من میخوام با اجازه شما فارسی رو از این به اصطلاح طبقه بندی جهان سومی خارج کنم و یک خصوصیت ویژه بهش بدم. ما میدونیم میتونیم با فارسی
زبانی رو به وجود بیاریم که بتونه بیانگوی مفهوم‌های علمی و فنی باشه، به خاطر اینکه زبانی که نتونه مفهوم‌های فلسفی، تکنیکی، علمی، فنی رو بیان کنه، این زبان خواه‌ناخواه از بین خواهد رفت. پیش از اون که به اون جزئیات در مورد توانمندی‌های زبان فارسی پردازیم، بذارید ببینم این کنایه شما در مورد دسته‌بندی زبان‌ها و گذاشتن زبان فارسی به عنوان یک جهان سومی رو با آقای آشوری در میان می‌ذاریم، برای اینکه آقای آشوری هستن که چنین صفتی به زبان فارسی دادن در کتابشون زبان باز. شما در کتاب زبان باز آقای آشوری گفتید که فارسی خواه‌ناخواه باید بپذیره که یک زبان جهان سومی است و سعی کنه همپا بشه با زبان‌های مدرن، و گفتید نسبت ما با زبان‌های مدرن مثل نسبت ما با مدرنیته. بله، اولا من این نکته رو بگم که من نسبت به کار آقای حیدری ملایری بسیار ستایش دارم و کار ایشون رو بسیار با اهمیت میدونم، و از جهات مختلف، از جهت زبانشناسی، از جهت علم استروفیزیکس و غیره، از جهت پیشبرد زبان علمی در فارسی بسیار کار ارزنده است. اما خب طبیعتاً با هم دیگه اختلاف نظرها و سلیقه هایی داریم که شاید حالا امروز گوشه هایش اینجا ظاهر میشه. اینکه اصل کلمه این اصطلاح جهان سوم یک حاشیه تحقیرآمیز داره که طبیعت و ناخوشایند داره، ولی اونچه که من به کار میبرم و توی نوشته هم گفتم و سعی کردم که روشن بکنم، بیشتر به عنوان سعی میکنم اینو الان به عنوان یک ترم علمی حوزه جامعه شناسی به کارش ببرم، به عنوان مردمانی که بین دو دنیا گیر کردن، بین جهان مدرن حالا بر اساس علم و تکنولوژی و همه اون چیزهایی که میدونیم و جهانهای سنتی خودشون. و البته این جهانهای سنتی طبیعتاً یک دست نیستن، مثلا اونچه که پیشینه فرهنگی ایرانی زبان فارسی طبیعتاً با مثلا زبان پشتو یا زبانهای دیگه متفاوته، دستاوردهای جالب داره علاوه تاریخی که آقای حیدری ملایری اشاره کردن بهش، که خب طبیعتاً من منکرش نیستم. اما اینکه ما دیگه با ریاضیاتی که مثلا عمر خیام میدونست نمیتونیم از عهده مسائل دنیا امروز بر بیاییم و ریاضیات در یه دامنه عظیمی و گسترهی در ارتباط با علوم، در ارتباط با علوم تجربی و غیره رشد کرده، این چیزهاییست که خب طبیعتا تو اون فرهنگ و سنت به این صورت نبوده و ما باید به این نکات توجه کنیم. یعنی صرف افتخار تاریخی و اینکه دستاوردهایی داشتیم، بالاخره ما آثار بسیار بزرگی مثل شاهنامه فردوسی و یعنی میدونم شعر سعدی و حافظ و حتی فرخی و منوچهری هم داریم که بسیار ارزندن، اما با اینها آیا ما میتونیم جواب بدیم به نیازهای دنیای امروز؟ مثلا بنده که تو حوزه فلسفه علوم سیاسی مقداری فلسفه جامعه شناسی اینها کار کردم، من میبینم که اون زبان‌ها جواب پاسخگو نیستن و به همین دلیل هم کوشش دراز مدت 30-40 ساله‌ای کردم در این زمینه، نه فقط در لحاظ واژه سازی و لغت و معرفی ترم یا کوشش برای ترجمه، حتی از لحاظ سبک زبان، سبک نگارش و این قضایا، که این زبان ما بایستی متحول بشه و ما بایستی یه زبان شفاف روشنی با مایه‌های بارور واژگانی داشته باشیم. بنابراین اون وضعیت ماندگی بین دو دنیا رو من بهش میگم جهان سوم، و این رو در زبان فارسی می‌بینید. و گفتید که در همین کتاب زبان باز که میراث کهن زبان فارسی برای زنده و مهمتر از زنده شاداب نگه داشتن اون کافی نیست. آیا چنینه آقای حیدری ملایری؟ من در این زمینه با آقای آشوری کاملا موافقم، یعنی برآوردی که ایشون میکنن از موقعیت زبان فارسی کاملا من موافقم و حتی پیشتر از ایشون میرم. من همینطور که ایشون نمیخوام برگردونم چیز حرف خوشایندی که ایشون در مورد من گفتن به ایشون برگردونم، من واقعا به کار ایشون بسیار بسیار احترام میگذارم و ستایش میکنم. ایشون از بی‌نظیرترین کسانی هستن که این نکته ها رو بحث کردن و مدت ها وقت صرف کردن، بهترین از زیباترین نثر های فارسی رو دارن با چنین گفت زرتشتش واقعا یکی از زیباترین نثر ها رو نوشتن. اینا تمام درسته و من شاید میتونم با بگم 80-90% با چیزهایی که استاد آشوری میگن موافق هستم، منتها من فکر میکنم که از ایشون خیلی پیشتر میرم در همون دنبالی فکری ایشون. پیش از اینکه ادامه بدم دو نکته. واژه مدرن، ایشون واژه مدرن رو به کار میبرن، من فکر کنم احتیاجی نیست مدرن رو به کار برد، نوین رو ما میتونیم به کار ببریم، چون که ما داریم فیزیک نوین، فیزیک کلاسیک، نوین مثل دیرین،
دیر، دیرین، نو، نوین، پسین، پیشین و انتقاد البته این سلیقه است ولی انتقاد بسیار زیادی دارم واژه‌ای که شما به کار بردید و ایشون به کار بردن و اون مدرنیت که چون یه جزئی مسئله جزئی نمیخوام که وقتی برای مدرنیت مثلا شما چه معادلی دارید ما در فارسی وقتی که صفت داریم خوب خوبی نمیگیم خوبیت خوب. بعد بدی نوین نوینی نوینی اون نوین شدگی بله خب اگر همینجا به این مثال یه مقدار توجه کنیم مدرنیت یا مدرنیته بر بعضی از جاها گفته میشه نوبی. یک بله یک اصطلاح یا یک واژه جامعه شناختیه یعنی وقتی گفته میشه مدرنیت یک پیشینه تاریخی باهاش میاد فکر میکنید نوینی چنین توانایی داشته باشه بتونه اینو برسونه مدرنیت همین که گفتم من واقعا نمیخوام که روی متمرکز بشم ولی مدرنیت یک چیز بسیار جدیده مدرنیت سابقه بسیار زیادی نداره فکر کنم که آقای آشوری این رو ساختن ببینید مسئله مدرنیت اینه که ما یه کار عجیب و غریبی داریم میکنیم با زبان فارسی احتیاجی نیست نوین نوینی توجه میکنید مسئله پیش میاد موقعی که یه در فارسی صفت هم میسازه مثلا آب آبی یعنی از آب ساخته شده بعد این میشه چی؟ آبیت میشه در پهلوی ما آبی به جای آبی میشه آبیگ یعنی این گه ها افتاده میشه آبیگی و در پهلوی داریم ببینید اول بعضی چیز کلمات هستن که یک وضعیت خاص پیدا میکنن یعنی درسته که از یه جهت خیلی معنای عامی مدرن و نو و نوین تو یه قلمرو و معنایی هستن در واقع تو یک میدان معنایی هستن از لحاظ سمانتیک یا معناشناسی ولی بعض وقت تبدیل به اسم خاص میشن همطور که شما فرض کنید که خود اون تقسیم بندی هایی که برای تاریخ کردن مثلا میدل ایجز در انگلیسی فرض کنید که ما به قرون وسطا ترجمه میکنیم این یه اسم خاصه به همین دلیل با حروف مثلا بزرگ کپیتال هم می نویسن وقت میدل ایجز می نویسن در این حال که میدلش و ایجش هر دوش کلمات معمولی هن و در مدرن هم در واقع منظورم از همین نوعه ولی در مورد مثال میدل ایجز ما قرون وسطا گفتیم یعنی تبدیلش کردیم خب ترجمهش کردیم بله بله اما در مورد مدرنیت یا مدرنیته نکردیم این کار در مورد نکردیم و به نظر من مدرن از اون واژه‌ای است که ما باید وام بگیریم به دلیل اینکه یه بار معنایی خاص برای دوران تاریخی خاص با یه ویژگی‌های به کلی خاص داره که کلمه خیلی عام یعنی همونطوری که رنسانس رو گرفتیم همونطوری که رنسانس مثلا شد رنسانس رو هم نوزایش هم ترجمه کردن ولی من خودم رنسانس می‌نویسم برای اینکه در واقع اسم خاص یه دوران تاریخی است با ویژگی‌های تاریخی و در مورد مدرن هم به نظر من معتقدم که باید این رو وام بگیریم و اینکه این ایت رو من سرش می‌ذارم ازش در واقع یک نوع ساختار اسمی در فارسی می‌سازیم البته کار جسارت‌آمیزی است ولی به نظر من چون اینا رو باید فعال کرد ما به این ایت در جای دیگه هم احتیاج داریم من خودم این کارو کردم در مورد حتی الان مثلا لینگویستیکالی رو زبانیت ترجمه میکنن یعنی این فعال شده این پسونده حالا اصلا ریشه‌اش هم مهم نیست که عربیه بعضی‌ها میگن ریشه هندو اروپایی داره ممکنه با ایتی یا ایتی مثلا انگلیسی هم این مثالی که در این ابتدا زده شد به نظرم به خوبی تفاوت این دو رأیافت رو نشون میده اجازه بدید به پنل دو بریم و ببینیم فاطمه احمدی چه سوالی دارن من سوالم از آقای آشوری هست در باره مدرنیت یا مدرنیتی و رابطش با زبان در واقع این چیزی که برای من محل سواله اینه که اگر که ما یه سری واژه رو بیایم برای زبان فارسی بسازیم و فکر کنیم که این با این لیست واژه هایی که الان ساختیم زبان فارسی دیگه تنگناهای کمتری در مواجهه با مباحث علمی خواهد داشت و مباحث فلسفی خواهد داشت به نظرتون یک کمی شبیه سرنا رو از سر گشاده زدن نمیتونه باشه و از این نظر که علم یعنی ما به زبان یک لیست واژگان داریم و میخوایم با اینها بریم به جنگ علوم تازه و ما به اون لیست با اون لیست واژگان اندیشه نکردیم یعنی به نظر میرسه که این فقط اضافه کردن یک سری واژه های تازه به دایره واژگان فارسی زبانانی هست که تو حوزه علمی دارن کار میکنن سوال من اینه که چطوری میتونیم این واژه ها رو به بدنه زبان فارسی تزریق بکنیم طوری که اینها زبان مردم و اهل اون زبان بشن در واقع گویندگان اون زبان بشن بله به هر حال ببینید این رابطه مسئله ما با دنیای مدرن و علوم مدرن چه علوم طبیعی چه علوم
اجتماعی، علوم انسانی در معنی عام‌تر، چه با زبان تکنولوژی، ما در واقع معناها رو وام میگیریم ناگزیر. برای ما در زبان فارسی کلمه به نام جامعه نداشتیم تا 80 سال پیش، مثلا 100 سال پیش. و مثلا عربا جامعه رو برای دانشگاه مثلا به کار میبرن، جامعه الازهر مثلا، و بسیار چیزهای دیگه. فرض کنید که مفهوم ریولوشن یا از ریولوشن فرانسه که آمده توی زبان ما به معنای انقلابی که نظام ها رو زیر و زبر میکنه، این زیر و زبر کردن نظام های سیاسی یه امر مدرنه. در گذشته مردم تصوری از این نداشتن که مثلا پادشاهی رو میشه به جمهوریت تبدیل کرد، ولی وقتی این میاد، این ریولوشن، این رو از نجوم گرفتند، ریولوشن از نجوم گرفتند، آوردن تو حوزه زبان سیاسی، اینو به این معنای جدید به کار بردن. ما اینو به فارسی ترجمهش کردیم به انقلاب. عربا بهش میگن ثوره. و در واقع الان زبان کلمه انقلاب در زبان ما و با تجربه های تاریخی ما کاملا معنا داره. ولی این سوال تا حدی متوجه آقای حیدری ملایری هم هست. شما در مقالاتتون استفاده کردید از لفظ مهندسی زبان، یعنی یه گروهی بیان بشینن و واژه‌یابی بکنن، کاری که آقای حیدری ملایری میکنن، مهندسی زبان، یا به وام بگیرن یا اینکه بسازن. این مهندسی زبان اگر مختص بشه به گروهی که زباندان هستن و میرن ریشه های زبان رو میکاون، ممکنه به یه جایی برسه به گفته فاطمه احمدی که شما معادل دارید و این معادلا وجود دارن اما تزریق نمیشن به بدنه جامعه. کاری که من میکنم اینه، در درجه اول آیا ما میتونیم واژه ها و مفهوم هایی رو به وجود بیاریم که پاسخگوی نیازهای فارسی باشه، و این رو هم اشاره میکنم که کار من در زمینه تخصصیه، یعنی برای عام نیست، در زمینه اخترشناسی، اخترفیزی. خیلی از معادلهایی که شما پیشنهاد کردید، بذارید مثالی بزنم که مربوط میشه به سوالیشون. مثلا شما برای واژه علت که ریشه عربی داره گفتید میشه بنار رو استفاده کرد از ترکیب بن و الف و ر. آیا این جا میفته، این به بخشی از زبان مردم تبدیل میشه، یا همونجوری که ایشون گفتن واژه‌ای ساخته میشه ولی همونجا اون رو من هیچ تضمینی نمیتونم بکنم. کاری که من میتونم بکنم این که کاری بکنم که همدوست باشه، coherent، و درش اشکال وجود نداشته باشه، و این رو به روشن‌ترین چیز در اختیار دیگران بگذارم. اینترنت یه سایت هست که تمام اینها رو میشه پیدا کرد، و توضیح بدم که چرا من بنار رو پیشنهاد میکنم و دیگران آزاد هستن، دیگران میتونن بپذیرن یا نپذیرن. من نمیتونم اجبار بگم این واژه رو بپذیرید، این واژه رو نپذیرید، و این آزاده. من تنها کاری که میتونم بکنم این رو پیشنهاد کنم، و دیگران هستن که فکر میکنن، میبینن که این درسته، درست نیست، میپذیرن، نمیپذیرن. بله، به ادامه این بحث البته باز خواهیم گشت. آقای رجبی، من بگم که همینی که دیگران آزاد هستن اون کاری که میخوان بکنن، آیا باعث آشفتگی، نوع آشفتگی در زبان نمیشه که هر کسی بیاد، نه اینکه هر کسی، منظورم مثلا میدونم که استادا کارشون واقعا در خواهی ستایش بسیار زیاد هست و از نزدیکم دیدم، مطالعه کردم، ولی دیدگاه به حدی مختلفه. یک نمونش همین مدرنه که از دید منم فکر میکنم واژه های مثل اون یک اصطلاح در واقع که یک بار معنایی داره که نوین شاید اون معنی رو نده. نوین به معنی نو میتونه باشه، ولی در واقع مثلا اگه بخوایم بگیم پسا مدرنیسم، یک اصطلاح برای خودش که اگه مدرن تبدیل به نوین بشه چی میسازیم برای چی میخوایم بگیم پسا نوینی که نمیشه گفت. یعنی در واقع اصطلاحی هست که اون مدرنیسم حتمی نیست که مال امروز باشه، میتونه مدرنیسم مثلا یک نوع ژانر مدرنیسم در نقاشی باشه که مال مثلا سال 1960. اگه راجع به اون بخوایم صحبت بکنیم بازم نوین احتمالاً بهش نمیاد. مثلا واژه‌ای هست به جای سوال میشه گفت پرسش، که من اتفاقا خیلی دوست دارم بگم پرسش، برای اینکه هیچ چیزی تغییر نمی کنه و سوال اتفاقا یک واژه بی خودی که وارد زبان ما شده، به جای پرسش داریم که سوال در واقع معنی تازه‌ای وارد زبان نمی کنه. ولی مدرن واژه‌ای هست که معنا و مفهوم تازه‌ای رو وارد کرده. و تا چند اندازه فکر میکنین آقای حیدر ملایری که ما بتونیم اصطلاحات و مفهوم‌های علمی رو یا مثل همین مدرن بتونیم فدای زبان بکنیم، تنها بخواد این که مثلا واژه پارسی به کار ببریم، اینها رو فدا بکنیم؟ ببینید دو نکته.
مقدار بسیار چیزی زیادی از نکته هایی که گفتین یه مقداری سوبژکتیفه، درون آختیه. اینه که کاملا بستگی داره به برداشت شخص که آیا واقعا این تا چه اندازه عینیت داره بیرون یا چیزی در ذهن ماست. کسی دیگه میتونه نحوه دیگه ای رو فکر کنه و تصمیم میگیره. مثلا من خودم نوین رو بر مدرن و توضیحایی که تمام شما دادین و استاد آشوری دادن، من روی حرف نوین خودم میستم. ببینید شما در نظر بگیریم فرهنگستان نخست که در زمان خیلی وقت پیش پهلوی نخست انجام شد، بسیاری از واژه ها رو اینا آوردن، مثلا به جای شهرداری رو به جای بلدیه، شهربانی رو به جای نظمیه و غیره و غیره. ببینید همین سوال شما مطرح بود، چیزهایی که مردم میشناختن اینها عوض کردن و مردم پذیرفتن. پس می‌بینید که غیر ممکن نیست این کار رو میشه کرد، ولی چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ چرا نباید آزاد بگذاریم که همه این کار رو بکنن؟ ببینید سوال اینه که مسئله اینه که زبان یک وسیله ارتباطیه، وسیله ارتباطی شامل قانون‌های نظریه اطلاعات میشه. ببینید یه مثال ساده براتون بزن، شما تلفن دارید، تلفن میکنید با مخاطب خودتون، این تلفن اگه درش پارازیت باشه، نوفه وجود داشته باشه، خرخر کنه، شما خوب نمیشنوید. اگه اون پالایه‌ای، فیلتری که در این به کار رفته در این تلفن شما خیلی محدود باشه، بسیاری از صوت‌ها رو نمیشنوید، اشکال ایجاد میکنه. زبان هم همینه. ما به علت اینکه زبان درش نوفه به وجود میاد، میبایستی که کاری کنیم که این میزان نوفه کم بشه. و حالا بخوایم یه تخصصی تر بگیم، شما این واژگان و اصطلاحاتی که از زبانهای اروپایی گرفته شده رو مصادیق نوفه یا پارازیت میدونید. آقای آشوری چنینه واقعا؟ من فکر میکنم که یه نکته مبهم در رهیافت آقای پیدری ملایری نسبت به مسئله هست و حتی همین مفهوم زبان فارسی. بعد حالا میرسم به اون نقطه دوم. این که اون مجموعه که ایشون به صورت جمع کردن و باهاش کار کردن ساختن، از نظر زبانشناسی بسیار با ارزش است، از جهات مختلف میشه ازش بهره برداری که سر جای خودش، ولی اینها یه مقدار زیادش فارسی نیستن، یعنی در واقع مال خانواده زبانهای ایرانی هن. بله. فارسی یکی از زبانهای خانواده ایرانی، البته مهمترینشون هست چون زبان ادبی فرهنگی و زبان ناسیونال در واقع. بله. از جمله در سه تا کشور در واقع زبان ناسیونال، زبان ملی است. و ترکیب اینها با هم یه چیزی که مثلا فرض کنید که زبان لاری یا زبان گیلکی یا زبان مازندران یا زبان کردی، اینا از زبان‌های خانواده زبان‌های ایرانی هستند. بله. مثل هلندی و نروژی و دانمارکی و فرض کنید که سوئدی و آلمانی، اینا خویشاوندن با هم دیگه. بله. ولی در این حال به عنوان زبان‌های جدا از هم دیگه قابل فهم نیستن برای کسانی که ندونن این زبان‌ها رو. یعنی منظور شما اینه که حتی معادلایی که آقای حیدری ملایری استفاده میکنن از خیلی از زبانهای غیر فارسی گرفته شده؟ بله. بنابراین خود ایشون هم به زبانهای غیر فارسی باز هستن، در واقع به سوی زبانهای ایرانی. مثلا ما البته زبان شناسا فارسی که میگن فارسی باست، اولد پرشن، مثلا میدل پرشن اینا، ولی در واقع اونا فارسی به یه معنای خیلی عامی به کار میبرن. شما یه کتیبه یه متن فارسی باستان بزنن جلوتون، مطلقاً ازش هیچ چیزی نمیفهمید. منم نمیفهمم. بله. مگر اینکه زبان شناسی تاریخی بدونید و رفته باشید یا اوستایی یا فارسی، حتی فارسی میانه، با اینکه پهلوی خیلی نزدیکتره به فارسی مدرن. بله. این و این نوع وامگیری از زبان‌های دیگه به نظر من هیچ فرقی نمی‌کنه. شما برید از خب لاتینی یونانی بگید، همچنین که یعنی انگلیسی، فرانسه، آلمانی نمیرن از میدل انگلیش و اولد انگلیش وام بگیرن واژه سازی، میرن از لاتینی یونانی میگیرن. چرا؟ دلیل داره. خیلی بیتابی میکنن ولی خیلی کوتاه، چون می‌خوایم سوال بگیریم. من مخالفی نیستم که از زبان‌های اروپایی بگیریم، اصلا غیر ممکنه که ما نگیریم. در مقدمه فرهنگی که شما تدوین کردید، چون لفظ زبان‌های بیگانه رو به کار بردید و گفتید چرا از زبان‌های بیگانه بگیریم در شدی که خودمون داریم، ایشون منظورش اینه که خیلی از این زبان‌هایی که شما داشت گرفتید به یک معنا اونا هم بیگانه هستن، برای اینکه فارسی نیستن، مسئله زبان‌های دیگری هستن. مسئله زبان بیگانه نیست، اینا تمام همونطور که خودتون گفتین به خانواده زبان‌های ایرانی تعلق خب دارن. خب زبان‌شناس‌ها میدونن این مسائل، بقیه مردم که نیست که اونا ما از این چه استفاده‌ای می‌کنیم، ولی حالا بگیم که این کارو نکنیم، کاری رو بکنیم که
سنت گرایان و همون سیستمی رو که دیگران ادامه میدن، مثلا کاری که آقای آشوری میکنن، کار آقای آشوری حد داره برای ابژه، مثلا استاد آشوری ابژه به کار میبرن، خب ولی ابژکتیویته چی میشه؟ ابژکتیویته شما برای ابژه چی به کار میبرید؟ برای ابژه براخت، براخت. و وقتی شما این کارو میکنید، این رو آقای دکتر ادیب سلطانی اولین بار ساختن، برون آخته، من خلاصش کردم به براخت، به خاطر اینکه ابژه اب یعنی بیرون، آخت چیزی که کشیدنی، چیزی که آدم در میبینه. وقتی که شما ابژه داشته باشین، شما براختگی میتونید داشته باشید، به عنوان ابژه مشتق هایی بگیرید. ولی من اینجا اشکال دارم. بله. یعنی همینجاست که ما از راه اتیمولوژی نمیتونیم برسیم به معانی که این کلمه، این واژه ها در کاربرد واقعیشون در دنیای ما. یعنی هیچ انگلیسی زبان و فرانسوی زبانی آبجکت و ابژه رو، ابژه رو با از نظر اتیمولوژیک بهش نمیفهمه و معنا نمیکنه. اون کاربردی رو که تو زبان خودش پیدا کرد، تحولات تاریخی، تحولات تاریخی خیلی اساسی پیدا میکنه این کلمه. همین سوژه و ابژه به اساس هایدگر هم کرده که آقا این حتی یه زمانی اینا به جای همدیگه به کار میرفتن. سوب یک تو ابژه یک بار معنایی اجتماعی و چون فلسفی مهمتر از همه با دکارت شما مسئله سوژه و ابژه میاد به دو تا مفهوم بنیادی ذهن مدرن تبدیل بله. میشه. اجازه بدید به پنل دو بریم، برای اینکه اگر اینطوری ادامه پیدا کنه پنل دو یا سوالاشون نخواهند پرسید. من همچنان سوالم هم همون چیزی هست که پرسیدم، چون راستش فیزیکس که هم مثالی که زدین در راستای همون چیزی بود که من میخواستم بشنوم. یعنی اگر که زبان و تفکر، شما یه زبانشناس هستین، اگر زبان و تفکر رو دو روی سکه ما میدونیم، پس چطوری ممکنه که چیزهایی رو که تجربه نکرده باشیم، چیزایی رو تجربه نکرده باشیم، اما واژگانشون رو بخوایم بسازیم و بفکر کنیم که اینا وارد زبان فارسی میشن و پذیرفته میشن؟ مثالش دقیقاً همون بلدیه یا انقلاب یا چیزهایی که داشتین. مثلا این مردم این واژه ها رو زندگی کردن و بعد پذیرفتن. اگر که همینطوری بگیم که خیلی خوب فردا بیاین به جای واژه دیسکورس که شما گذاشتین گفتمان و این پذیرفته شد، قبل از اینکه این واژه توی علوم داخل ایران داره تدریس میشه، قبل از اینکه این واژه پذیرفته بشه، یعنی دیسکورس به کار رفته بشه و بهش فکر بشه، مردم اصلا کلمه دیسکورس رو نمیتونستن تصور بکنن. درسته؟ بعد وقتی شما گفتیم به جای دیسکورس بذاریم گفتمان، اون وقت گفتمان جای خودش رو تونست باز بکنه، چون ما میتونستیم برای این واژه بهش بیاندیشیم و برای یک عمل اجتماعی بکنیم. وجود داشت که مصداق این واژه بود. حضرت منظورم که به زبان، به این واژه ها باید اندیشید و اگر نه، اگر و برای دقیقاً و اگر که این اتفاق نیفته، اینا فقط یک سری واژه هایی هستن که فقط هستن دیگه، یعنی هیچ کارکردی ندارن. درسته. ببینید دوباره ما مثلا یه بهای قالبی میسازیم، بعد میاریم مایه معنایی رو در واقع میریزیم توش و یا با خودمون قرارداد میکنیم. من مثلا آیه داریم علیه میگم براخت، من مقصودم همون معنایی است که ابژه مثلا میده در زبان فرانسه یا آبجکت در انگلیسی میده. من میگم مثلا گفتمان رو من میسازم، من میگم مایه دیسکورس یا دیسکور رو میریزم توی این. این خب داستان درازه. اولا اینکه چه زوری پشت واژه ها، مثلا فرضون واژه هایی که وارد از طریق دولت و زور دولت وارد چیز میشن، از فرض تابلوی بلدیه رو بعدن میزنن شهرداری و مردم همه باید برن شهرداری، با شهردار کار دارن و فلان. این واژه به زودی دانشگاه وقتی که ساختن، مثلا مرحوم عباس اقبال میگفت که آقا بنده گردنم هم بزنید دانشگاه نمیگه، من میگم اونیورسیته یا میگم دارالعلم. و همطور که زبان ها از هم وام میگیرن، اندیشه ها رو هم و فرهنگ ها رو هم اصلا وام میگیرن. فرض کنید که فکر ارسطو و افلاطون که توی دنیا اسلامی به وجود نیومده، ولی آمده اینجا تأثیر خودشو کرده، رنگ خودش رو گرفته و بالاخره ابو علی سینا دارید شما و نمیدونم عمر خیام دارید و دیگران میراث علم و فرهنگ یونانی آمده بومی شده در دنیای اسلامی، البته با رنگ خاص خودش. حالا ما الان روبرو هستیم با دنیای مدرن غربی و دستاوردهاش در همه زمینه‌ها و ناگزیریم اینها رو بگیریم و یا الان خواهانیم که بگیریم و خود به خود خب این زبان ما باید خودش رو سازگار بکنه با این چیزا. این فرهنگی ها وقتی که میان مثلا فرهنگ های شرقی رو مطالعه میکنه، وقتی فرسوی فرهنگ هندی بودایی رو مطالعه میکنه، دارما و کارما رو ترجمه نمیکنه، اینن میگیر یا میاد مدرسه رو اینن وارد میکنه، ترجمهش نمیکنه به اسکول یا اکول یا امثال اینا، برای که این یه نوع خاصی از انستیتوشن آموزشیه، از توش یه نوع خاصی از آدم بیرون میاد که فرق داره با اون اسکول، فرق داره با اون اکول، مفاهیم مدرنه در نهاد آموزشی. منظور شما این است که اگر ما بعضی از این واژه ها رو از زبان های مدرن اروپایی بگیریم،
امکان گرفتن اندیشه‌شون هم که مربوط میشه به سوال بحث ما بشه، امکان گرفتن اون اندیشه هم و اون مفاهیم هم راحت‌تر خواهد بود. به این ترتیب آقای حیدری ملایری، به نظر میاد باز بودن زبان به روی زبان‌های مسلط و مدرن راحت‌تر امکان باز بودن به روی مفاهیم رو ایجاد میکنه، و این نقدی است به رهیافت شما. ببینید، زبان فرانسه زبان بسیار قویه، خیلی به انگلیسی داده، ولی الان نسبت به انگلیسی تا حدودی فرودستره، برای اینکه بسیاری از مفاهیم ها در انگلیسی ساخته میشه و خود فرانسویان بسیاری از چیزا رو در انگلیسی میسازن. خود زبان فرانسه هر واژه‌ای رو نمیپذیره. کامپیوتر، اوردیناتور، سافت ور، لوجیسیل، کامپیوتر ساینس، زبان فارسی هم چنین رهیافتی رو باید در پیش بگیرید. به خاطر اینکه اگه این کار نکنه، این واژه‌های نوین که میان زبان اصلی رو با خودشون میبرن، تکامل از توانش‌هاشون رو. مثلا زبان خود فارسی با عربی، اینقدر واژه‌ها به عربی وارد فارسی شد که امکانات سازوکارهای واژه‌سازی فارسی رو به کلی فلج کرده بود. آقای رجبی، من موافقم با آقای حیدری ملایری در این مورد که مثلا واژه مثل براخت به راحتی میتونه جا بیفته، مثل اینکه ابژه جا افتاده، برای اینکه موقعی که واژه ابژه وارد شد، اصلا مفهوم به اون شکل وجود نداشت در ذهنیت مردم، و همونطور که اون جا افتاده، اگه چند نفر استفاده بکنن جا خواهد افتاد. به خصوص اینکه براخت برای هیچ مفهوم دیگری به کار نمی، مثل نوین نیست مثلا که چیز دیگری باشه که جای مدرن رو بگیره، ولی یک مفهوم تازه است، یک واژه تازه است برای ابژه. ولی چیزی که وجود داره اینه که همون بازم بی سر و سامانی که گفتم این بود که یکی مثلا میاد به هویت، مثل شما میگه ایدانی، یکی میگه کیستی، یکی هویت رو حفظ میکنه، یکی دیگه میاد مثلا به سیستم میگه، مثل شما که میگین راجمان، استاد میگن سیستم، من مثلا میگم هنجار، یا به مثلا سیستماتیک میگم هنجارمندانه، و در کتاب ایشون میخونیم هنجار معادل نرم، بعد سیستمانه. دقیقاً یعنی منظورم اونی که یک دیدگاه مشخصی نیست. مثلا در دوره رضا شاه که اشاره کردیم، فرهنگستان زبان ادب که در سال 1935 تأسیس شده بود، کارهایی که کرده تا امروز واقعا خیلی از واژه‌های پارسی ناب رو مدیونش هستیم، مثل همین مثلا دادستان و نمیدونم ارتش و فلان. به خصوص ارتش خیلی جالبه که یک واژه‌ای بوده که اصلا معنی ارتش در زبان پارسی باستان اصلا معنی ارتش رو نداشته، همچه واژه وجود نداشته. از رتعش را میاد به معنی شناسیش رو غلط تصور دقیقاً ده. یعنی رتعش را به معنی گردون سواره. منظورم اونه که اگه همچین نهادی نباشه، با اینکه الان فرهنگستان زبان ادب توی ایران هست و این اصطلاحاتی که شما زرد میزنین اگه از طریق فرهنگستان نتونه وارد زندگی مردم و وارد کتابا بشه، چیکار باید کرد؟ فکر میکنین اینا کجا سود داره، سودمنده؟ ببینید، قبلا هم راجع به قضیه صحبت کردیم. اون چیزهایی که زور دولت پشتشه، مثلا واژه های فرهنگستان اول رو بنا به دستور به فرمان رضا شاه بردن تو چیزهای نامه‌های رسمی دولتی، توی کتاب‌های دانشگاهی، تو کتاب‌های مدرسه آوردن اینا رو. در نتیجه بچه‌هایی که می‌رفتن مدرسه با این واژه‌ها بزرگ می‌شدن و بعد شد و عادی و عادی شد. ولی خب کاری که آقای حیدری ملایری می‌کنن یا امثال من می‌کنن و همه کسانی که تو حوزه‌های مختلف به عنوان مترجم، به عنوان زبانشناس، به عنوان لغت‌شناس مثلا کار می‌کنن، طبیعتاً زوری پشتش نیست، مگر اینکه ما یک به اصطلاح کانسنسوس، یک همراهی چیز پیدا کنیم. این اصطلاحی هست که در انگلیسی میگن مثلا ساینتیفیک کامیونیتی، به اصطلاح یک باهمستان، به قول من باهمستان علمی داشته باشیم که بینش تو خودشون همراهی پیدا کنن راجع به لغت، یک نوع توافقی پیدا بشه. آقا بحث توافق مهمه. شما گفتید که رابطه ما با زبانهای باستانی سرزمین ایران، مثلا زبان فارسی میانه، زبان اوستایی، همون رابطه ای نیست که اروپایی ها با لاتین و یونانی داشتن. گفتید که اروپایی ها تا همین اخیراً به لاتین می نوشتن، حتی به لاتین حرف می زدن، برای همین گرفتن از اون زبان ها خیلی خوب پیش رفت و جا افتاد و خوب بود، غنی کرد زبان علمی. اما گفتید رابطه ما با مثلا اوستایی چنین نیست و ما فراموش کردیم و نمیشه به این دلیل از اون زبان اوستایی تا اون حدی استفاده کرد که اروپایی ها از لاتین کردن. چنین آقای حیدری ملایری؟ ببینید، واقعیت اینه که رابطه ما با اوستایی و فارسی باستان قطع شده. اینجا چند
پاسخ داره پرسش شما. اون چیزی که ما میگیم، ما هرگز نمیگیم که بریم اوستا رو برداریم بیاریم و مثل اوستا بنویسیم یا فارسی میانه یا زبانهای دیگر ایرانی هم یا گویش ها بریم مثل گویش ها صحبت کنیم. اصلا منظور این نیست. ببینید زبان فارسی تعداد پیشوندهای کارگرش که ازش استفاده میکرد 15-20 تاست. زبان انگلیسی 100 تا داره که از یونانی گرفته از لاتین گرفته. شما چه جور این مسئله رو میخواین حل کنید؟ یک پیشوند فارسی برای 4-5 تا چیز به کار میبره، مثلا هم رو برای کام، سین، ایزو و چیزای دیگه به کار میبره، میان رو برای چه. شما چطور میتونید یک زبان علمی دقیق به وجود بیارید با به کار بردن همون پیشوندها برای چیزهای گوناگون؟ امکان پذیر نیست. پس چیکار باید کرد؟ پس به نظر من باید رفت به دنبال داشته های زبان فارسی که در درجه اول فارسی میانه است، اگه پیدا شد اونجا پیدا میکنیم میرم، اگه پیدا نشد از یونانی میگیریم، از لاتین میگیریم، هیچ مسئله ای نیست. تمام پیشوند های و پسوند های لاتینی یونانی در زبان های باستانی ایران نمیتونیم پیدا کنیم، هیچ مسئله ای نیست، ما اینا رو میپذیریم. ولی معتقد هستید ابتدا باید رفت و دید رفت که چی دارید؟ رفت و دید ولی... به خاطر چی؟ من دوباره برمیگردم به این مسئله فرهنگی، جایگاه خاص فرهنگ ایرانی زبان فارسی. درسته این حرف، یعنی الان هم اتفاقا یه کارایی شده، مثلا فرهنگستان دوم. بله، لفظ ترابری، لفظ پیرافزشی. من نه عضو فرهنگ گروه علوم اجتماعی بودم در فرهنگستان دوم، مثلا پیشوند پیرا رو برای پیرافزشی، برای پارامدیکال پیرا و ترا برای ترابری به کار برد، که اون موقع هم سرصدا های بکرد. خب اونها ولی نشانه هایی از توانمندی فارسی نیست. چرا؟ من خودم پیرا و ترا رو به کار میبرم، تو فرهنگ علوم انسانی آوردم کلماتی که تو بقیه رو به کار با... چرا نه، خیلی با پاراها رو من همه رو پیرا میذارم براشون. بله. مثلا پارالینگویستیک رو میذارم پیرا زبانشناسی، من امثال اینها اینا رو منطبق یواش یواش به خورد زبان دار. این کار درستی، یعنی کاری که آقای هیدری ملایری میکنن از این بابت خیلی ارزنده است، اما منتها آرام آرام باید به خورد زبون داد به طوری که جذب بشه و یک بار. یه جایی هم گفتید اما نباید به این اکتفا کرد. آره، باز ببینید آخرش یه جایی میرسیم به اینکه به ترجمه تک تک اینا ما باید تصمیم بگیریم، تک تک این لغات. و وقتی تک تک اینا میرسیم، مثلا فرض کنید ایشون وقتی که ابژه رو به براخ ترجمه میکنن، من میگم این کلمه توهیه، بار معنایی ابژه رو نداره. بله. و ابژه رو، ولی من که مثلا فرض کنید انگلیسی آشنا هستم یا مثلا که فرانسه آشنا هستم، من میفهمم، یا آشنا هستم با مسائل مباحث فلسفی، میفهمم که ابژه تو زبان اروپایی یعنی چه، و با براخ چیزی به ذهن من نمیاد. اجازه بدید ببینیم که مگر اینکه براخ این شانس رو پیدا کنه بر اثر فراوانی کاربردش، بسامدش، از اون خود این کلمه بسامد از کلمات برای بله. فریکونسی بله. مثلا بر اثر بسامدش بتونه جا بیندازه خودش رو. اجازه بدید ببینیم سوال چی هست. من خواستم بگم که من اصلا در رد این که ما باید برای این واژه‌های تازه، اصطلاحات تازه آماده باشیم و بتونیم با براشون معادل سازی بکنیم، اصلا کلمه این نگفتم، اصلا قصدم این نبود، بیشتر میخواستم اینو بگم که ببینیم مثلا واژه هایی که فرنگستان اول تونست جا بندازه لزوما فقط اونایی نبودن که قوه قهریه مثلا پهلوی اول پشتش بوده، اون واژه هایی بودن که نسبت به تک واژه های تشکیل دهنده شون روشن بودن، یعنی مردم میدونستن شهرداری یعنی چی و بعد چرا باید در واژه هایی که وجود داره، یعنی مثلا اگر ما پذیرفتیم که معلمو به کار ببریم، حالا معلم شما مثال نذارین، اما مثلا نویز رو الان صدا بردارای ایران میگن نویز، خب سال هاست که میگن نویز، اگر بخوایم چرا باید برای این واژه بسازیم؟ ببینید که پذیرفتیم، ببینید به خاطر اینکه جدا شده ها داره، مشتقات داره و زبان باید روی پایه های خودش بیسته. ببینید مسئله از این قراره که سوال اولتون که چی بود؟ سوال اولتون در مورد اینکه خیلی از واژه ها جا میفته به دلیل اینکه روشن برای مردم. بله. ببینید این کاملا درسته، واژه‌ای که روشن باشه خیلی آسان‌تر جا میفته و نباید گشت عمدن واژه‌ای ساخت که این واژه واقعا بسیار دور از ذهن باشه اینا، ولی شما تا حدی میتونید این کار رو بکنید. بسیاری مفهوم ها هستن که با واژه‌های
آشنا شما از این نمیتونین بسازید. اگه میشد قبلا ساخته بودن، ده ها سال پیش ساخته بودن که نشده بود. نمیشه این که پس مجبور میشین که واژه های به وجود بیارین. ببین در چی میشه منظور این که واژه هایی که جا افتاده رو بله. مردم میشناسن اینا رو، چرا باید با واژه های جدیدی جایگزین کرد که برای مردم مثل مثال علت رو عوض کردن با بنار؟ ببینید به خاطر اینکه بنار، وقتی که شما بنار دارید میتونید بناریدن داشته باشید، بنارش داشته باشید، بنارمندی داشته باشید. علت، علت، علیت، ببینید تمام اینا تعلیل، تمام اینها یعنی عربیه، یعنی زبان شما این رو نمیسازه. شما دارین ساختارهای یک زبان دیگر رو به فارسی تحمیل میکنید، در صورتی که وقتی که واژه اصلی رو فارسی پذیرفته باشید میتونید بقیه چیزها رو هم بسازید. ولی یه چیزی بگم، این که اگر که من فکر میکنم فقط این نمیتونه باشه، چون مثلا شما بانک رو میپذیرین بعد ازش بانکدار میسازین، بانکداری میسازین و واژه های مرتبط با اون. یعنی قبول دارم که حتما اگر یک واژه‌ای رو ما درست بکنیم و بعد بتونیم از یعنی با اشتقاق، با افزودن پسوند و پیشوند بتونیم واژه‌های یعنی زایاییشو بیشتر بکنیم و اینجوری به توانمندی فارسی اضافه بکنیم. اما این لزوما مثلا کلمه پست چی، پستمو گرفتیم از اون، بعد چیه ترکی رو هم اضافه کردیم بهش و الان جا افتاده و به دلیل وجود پست چی یا علت یا کلمات اینچنینی هویت زبان فارسی از بین نرفته. مگر غیر از اینه شما اوریجین زبان اونقدر مهم نیست. مثلا شما شکر رو از عهد مثلا هخامنشی مثلا میشناختم، یا مثلا کلمه دبستان و دبیرستان و دپ و دیپی از ریشه آرامی اینا همش، ولی اینقدر آشناست و فارمت و در دوره زبان فارسی مدرن هم که از دوره اسلامی یا تاریخ اسلامی میاد هیچ کس تصور، اولا زبان، زبان ها که ما نمیشناختیم، یعنی زبان فارسی میونه فارسی اینا رو زبان شناسی اروپایی برای ما کشف کرده و بعد دبیر و دبیرستان و دبستان و فلان خیلی فارسیه. بله. اصلا کسی نمیتونه بگه، یعنی اوریجین لغت اونقدر مهم نیست که جا افتادنش تو سیستم زبان مهمه. بله، ولی همین سوال خانم احمدی میتونه از شما هم پرسیده بشه آقای آشوری. مثلا وقتی ما میتونیم بگیم هنجارمند یا نظاممند، چرا باید بگیم سیستمانه؟ شما در معادلایی که دارید مثلا سیستمانه رو استفاده کردید. بله، من برای که هنجار رو معادل مثلا نرم به کار میبریم. بله. نظام رو معادل اوردر به کار میبریم. خب نظاممند سیستم یه معنای دیگه‌ای و بله. کاربرد علمی خیلی دقیقی داره. من اینو میانم فارسیش میکنم، میذارم سیستمانه که این میاد توی بستر زبان فارسی بومی میشه. در وقتی من میگم سیستمانه، آیا اگر سیستم رو بکنیم سیستمانه به نظر شما فارسیش کردیم و بله چنین کاری کرد؟ ما وقتی که یه واژه، من خودم راژمان رو ساختم برای لفظ برای سیستم. بله. که با راست و راسته و نظم همریشه است. ببینید وقتی که ما یه واژه دیگه رو پیشنهاد میکنیم، این امکان رو به خواننده یا اشخاص میدیم که انتخاب کنن اگه میخوان نظام رو به کار ببرن، سیستم رو به کار ببرن. ولی احتمال داره که خیلی هستن که میخوان، علاقمند هستن که نه، واژه خارجی رو به کار نبرن، یه واژه فارسی رو به کار ببرن. الان سامانه رو مثلا به کار میبرن خیلی ها، ولی وقت سیستماتیک رو دیگه ملموس با سامانه شده میخوام بسازن. بعد این امکان رو میدیم، این آزادی رو میدیم که انتخاب کنه که میخواد مثلا میپذیره زیباست، راجمان زیباست یا چیز دیگه که دیگران ساختن زیباست، این رو به کار میبره. و ما میدونیم که در تاریخ زبان فارسی اتفاق افتاده. مثلا لغتنامه، واژه نامه وجود نداشت، واژه رو کسی نمیشناخت، واژه اومد جای لغت رو گرفت. البته لغت هم به کار میره که هیچ اشکالی نداره، پشت جلد اون اول نشریه فرهنگستان اول قرار گرفت. بله. بله. هیچ اشکالی نداره، ولی واژه اومده و اینقدر زیاد شده که خیلی ها به کار میبره. اجازه بدیم ازش واژگان هم ساختیم. بله. فقط در مورد سامانه که گفتین که به سیستم الان میگن سامانه، به سیستماتیک چی میشه گفت؟ اگه سامانمند بگیم درسته فکر میکنیم؟ به نظرم خیلی کلمه شب دقیقی نمیاد برای سیستماتیک، یا لاغل تو ذهن من اینطوریه. من یه سوال پاسخ به شما دارم. ببینید اشکال اینجور ساخت واژه ها اینه که شما میان یه ه اضافه می، سامان، سامانه. میدونید این کارهای کوچیک از یه مفهوم دیگه با یه میدونید خرده کاری اینا و نمیشه ازش مشتقات گرفت. نمیشه. اینی که از استدلال های شماست. بله. خیلی از
معادلایی که شما به کار بردید آقای آشوری ازش مشتقاتی نمیشه گرفت، ولی آقای حیدری ملایری مثالهایی دادن که اگه فنشو بشناسن خیلیش میشه، خیلیش میشه. آها. و فکر میکنید که گرفتن واژگان زبانهای اروپایی همراه با مشتقاتی که بر اساس نظام زبان فارسی هست مقدوره؟ مثال میزنم من، فرض کنید لابی و لابینگ در انگلیسی. خب من برسیم به این مادرش چی باید گذاشت؟ من لابی انگلیسی رو گرفتم، گری فارسی گذاشتم، لابیگری. الان به کار میره خیلی توی مطبوعات اینا، لابیگری و لابیگر به کار میره. بله آقای حیدری ملایری معادلی دارن برای لابیگری؟ بله، چون حوزه کارتون متفاوته. آقای میخواستم بگم که در اصل زبان وسیله ارتباط دیگه، یعنی وسیله در واقع ابزار معاشرت و صحبت و ابلاغ پیام و این تای کاربردی که برای مردم داره، زبان و مفهومی که برای مردم داره. مثلا توی زبان‌های دیگه به خصوص توی انگلیسی و حتی آلمانی آدم احساس می‌کنه که زبان به حدی پویا و زنده است که خود مردم واژه می‌سازن. مثلا گوگل که اسم یک شرکته و شرکت جستجوگره، براش فعلا ساختن تو گوگل به معنی جستجو در اینترنت. بله. دنبال یک واژه در اینترنت گشتن با یک کلمه بیان میشه. به فارسی مثلا چرا نتونیم بگیم گوگلیدن؟ یا مثلا در مورد این وزیر دفاع سابق آلمان تو گوتنبرگ که به علت تقلب، در واقع تقلب در پایان نامش بود که بله. آره تقلبی بود، از مقامش برکنار شد. الان که برای ایرانی ها بسیار پدیده آشنایی، برای ایران مثلا برای ایرانی ها چرا نتونیم بگیم کردانیدن یا کرداندن؟ برای اینکه آخه گوتنبرگ الان تبدیل شده به یک فعل در زبان آلمانی، تو گوتنبرگن به معنی تقلب کردن و به مقامی دست یافتن. در فرهنگ های غربی این خیلی رایجه، خیلی سریع میگن گوگل کردن، خب تو گوگل ایت. چرا در جهان فارسی زبان، کمتر در افغانستان ولی بیشتر در ایران، در تاجیکستان من اطلاع ندارم، شاید داریش رجبیان بیشتر اطلاع داشته باشه، چرا در ایران به خصوص مقاومت هست در مقابل ساختن چنین معادل هایی؟ ببین این دینامیسم دنیای مدرن و پیشرفت حتی هولناکه در واقع علم و تکنولوژی از قرن شما، از تو قرن 20 این ضرورت دینامیسم زبان رو میطلبه و غیر و جز این ممکن نبود. اگر که این زبان ها میخواستن به همون فرم قرون وسطایشون باقی بمونن، هرگز ممکن نبود که این دستاوردها رو داشته باشه. من اینو تو این کتاب زبان باز بحث کردم. به همین دلیل میگم این دینامیسم رو به فارسی هم بدیم. من خودم مثلا فرض کنیم برای اتمایزیشن گذاشتم اتمیدن. بله. و اتمایز رو اتمیده، یعنی کلمه اتمی که ریشه یونانی داره میگیریم، میام ایرانیش میکنم، ازش مصدر میسازم. و اتفاقا یکی از راههای این که ما عادت کنیم به مصدر سازی و فعل سازی اینه که این کلمات قریب تر رو بیاریم و باهاشون کار بکنیم. بله، یه مقدارم مثلا کلمه چیزهای قدیم تر رو پناهیدن و شکیبیدن اینا رو زنده کنیم. ولی مقاومت در برابر چنین نمونه هایی که داریش رجبیان گفتن رو شما در کتاب زبان باز اثر به قول خودتون ناسیونالیسم تنگ نظرانه اسم بردید. آیا چنین آیه در این ملایه، آیا مقاومت در مقابل چنین معادل هایی مثلا گوگیدن پیشنهاد داریش رجبیان است، چه بسا این رایج بشه چون در این برنامه گفتید، آیا مقاومت در مقابل اینها به گفته ی آقای آشوری در کتاب زبان باز اثر ناسیونالیسم تنگ نظرانه است؟ نمیدونم واقعا که ناسیونالیسم تنگ نظرانه باشه، ولی نکته ای که هست که این برمیگرده به سوالی هم که شما کردین، یک چیزی هست که من این رو نوواژ ترسی نو لوگوفوبیا که البته این اصلا این واژه وجود نداشته در هیچ جا، این رو من ساختم، نو واژه ترسی هست. و اینی که مردم وقتی یه واژه تازه‌ای رو میبینند که نمیشناسن، این یه نوع حالت دوری ازش درشون به وجود میاد. چرا همین رو مثلا در انگلیسی ندارن؟ یک خب انگلیسی یه زبان بسیار خاصه. زبان انگلیسی بسیار خاصه و فقط زبان هم نیست، ولی در رابطه با فرهنگ. بله کاملا در ارتباط با سوال آقای رجبیان، من به یه شکل دیگه اینجوری طرح کنم که شما خودتون مثال زدید، گفتید ابو ریحان بیرونی، این به خصوص مثال میذارم چون نزدیک به حوزه کار خود شماست، اخترشناسی، ابو ریحان بیرونی تعدادی از واژه‌های فارسی رو به کار گرفت، ولی وقتی نتونست واژه‌های عربی رو وارد کرد و جا افتادن، استوا مثلا. چرا در حوزه شما، حوزه‌های دیگه علم و دانش نباید این کارو کرد؟ چرا باید مقاومت کرد در مقابل زبان‌های دیگه؟ از جمله عربی نکردن و زبان فارسی بدون اینکه هویتش از بین بره غنی شد.
ببینید زبان فارسی بسیار تاثیر پذیرفت به طور منفی، یعنی اینکه زبان فارسی نتونست واژه بسازه، واژه‌هایی از زبان خودش بسازه هیچ وجود نداشت، به خاطر همین غالب بودن عربی بود. ببینید ما میتونیم بپذیریم و باید بپذیریم و هیچ زبانی نیست که نپذیری، اصلا این غیر ممکنه. زبان پاک اصلا یه چیز بسیار اصلا خنده‌داره و اصلا زبان سره وجود نداره، تمام این چیزا هست. ولی ببینید از یک حد که بگذره به بافت زبان صدمه برسونه، بله. اون وقتی که زبان فلج میشه، میزان واژه‌های عربی میزان واژه‌های عربی که هست خیلی زیاده. ما میبایست اینا رو نه اینکه اینا رو به دور بریزیم، نه، این در فرهنگ ایران مونده، میمونه و خواهد موند. ما میتونیم فقط امکانهای دیگه رو به وجود بیاریم که اگه دیگران میپسندن اینا رو به کار ببرن. بسیار خوب، به یه توافقی بین شما و آقای آشوری رسیدیم، خیلی ممنون. بله، این قضیه که زبان عربی نفوذ بی اندازه زبان عربی زبان فارسی رو فلج کرد نمونه‌های بسیار داره، و اینکه اساساً تا زمان پیدایش فرهنگستان اول وقتی می‌خواستن راجع به ترجمه علوم جدید و اصطلاحات جدید فکر کنن، ذهن به طور اتوماتیک میرفت به طرفه. من یک مقاله نوشتم به زبان تجدد، این بحث رو اونجا کردم، یعنی وقتی که می‌خواست فرض کنید که فشار سنج رو بارومتر مثلا ترجمه کنه، ذهنش میرفت به طرف میزان و زغتن، هیچ وقت اصلا فکر این که میشه فشار سنج گفت تو ذهنش نمی آمد. به پایان برنامه این هفته پرگار میرسیم، ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، محمد حیدری ملایری، داریوش آشوری، فاطمه احمدی و داریوش رجبیان.